اهمیت تعلیم و تربیت از نگاه قرآن. تعلیم و تربیت در منظر قرآن کریم از چه جایگاه برخوردار است؟ قرآن برای نشان دادن جایگاه فوق‌العاده تعلیم و تربیت، جهان را به منزله دانشگاه معرفی کرده که تمامی مخلوقاتش برای علم هرچی بیشتر انسان‌ها آفریده شده‌اند و هدف از آن اندیشیدن در اسرار پدیده‌ها و آشنایی با علم و قدرت پروردگار است. هم هدف آفرینش جهان و هم هدف بعثت پیامبران پیشرفت علم و دانش بوده است. در سوره نحل یک قاعده کلی بیان می‌کند و آن این که از آگاهان سوال کنید اگر نمی‌دانید، زیرا علوم در حقیقت محصول تفکر و تجربه است که پیشینیان کسب کرده‌اند و برای آیندگان می‌گذارند. یک نگاه اجمالی به آیات قرآن اهتمام فوق‌العاده اسلام را نسبت به این امر مهم نشان می‌دهد. خداوند در سوره طلاق جهان را به منزله دانشگاه معرفی می‌کند که تمامی مخلوقاتش به منظور علم و آگاهی هرچی بیشتر انسان‌ها آفریده شده است و هدف این بوده که در اسرار این پدیده‌ها بیندیشید و با علم و قدرت پروردگار آشنا شوند و به تعبیر دیگر هدف از کل جهان آفرینش علم و دانش بوده است و می‌فرماید خداوند کسی است که آسمان‌های هفتگانه را آفرید و از زمین نیز همانند آن را فرمان او پیوسته در میان آسمان‌ها و زمین‌ها نازل می‌شود و دایما آنها را تحت ربوبیت خود قرار داده تا بدانید خداوند بر همه چیز تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد. در حقیقت این نکته جالبی است که هم آفرینش آسمان‌ها و زمین‌ها و هم تدبیر دائمی آنها وسیله است برای تحریک حس کنجکاوی بشر برای اندیشیدن بیشتر و آگاهی بر اسرار جهان و در نتیجه آگاهی بر علم و قدرت پروردگار باشد. پس همه اینها مقدمه است برای تربیت نفوس انسان و قرب الله و نیز آگاهی بر این امر که احکام شریعت همچون احکام خلقت روی حساب دقیق است. پس آفرینش جهان به خاطر علم است. در سوره بقره نیز به مسئله هدف بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اشاره می کند و آن را تعلیم و تربیت در سایه تلاوت آیات الهی می شمارد و می فرماید همان گونه ای که برای هدایت شما پیامبران از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را برای شما بخواند و شما را پاکیزه سازد و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچی را نمی دانستید به شما یاد دهد.